17 جوان نمودار کاملی از خطوط و سیاست‌های ارتجاعی و استعماری برای سرکوب خلق‌های در زنجیر و به ویژه برای از بین بردن آلترناتیو دموکراتیک و مستقل است که در حذف و از میان برداشتن رهبری و مقاومت سازمان یافته خلق ستم دیده خلاصه می شود. تجربه ای که در 100 سال اخیر بعد از انقلاب مشروطه در ایران پیوسته با تلخی تمام تکرار شده و کودتای 28 مرداد 1332 علیه دکتر مصدق در صدر همه آنها قرار دارد. اما قبل از کودتا و جنایت زمین سازی های لازم را به عمل می آورند تا راه هموار و جاده صاف شود. اینجاست که طیف و فوجی از وابستگان و مزدوران ارتجاع در صف مقدم به میدان فرستاده می شوند تا مأموریت خود را در زمین سازی و صاف کردن جاده به انجام برسانند. تا سرانجام پس از همه لجن پراکنی ها و کارزار شکانسازی علیه آن مقاومت و رهبریش بکشانندش و در لجه خون اندازند. این همان مسیر و خطی است که ارتجاع حاکم بر ایران از فردای انقلاب ضد سلطنتی تا همین امروز علیه مقاومت ایران در پیش گرفته و بیگمان باز هم تا روز سرنگونی آخوندها ادامه خواهد یافت. اصطلاح جاده صاف کن را نخستین بار مجاهدین در ادبیات سیاسی بعد از انقلاب ضد سلطنتی در سال 1357 مطرح کردند و پیرامون آن در مقولات مختلف روشنگری نمودند. We'll be right back.
اما در مقابله تاریخی مجاهدین و مقاومت ایران با فاشیسم دینی، تفاوت در این است که از همان فردای انقلاب ضد سلطنتی تا امروز سر ارتجاع و پشتیبانان و وابستگان و مزدورانش پیوسته به سنگ خورده و هر بار این مقاومت سرافرازتر از پیش از خون و خاکستر خود سر برداشته و فروزانتر شعله می کشد. نگاهی به وقایع و حوادث خونین سال 1392، مخصوصاً جنایت علیه بشریت در اشرف و لیبرتی و نقش جاده صافکن‌ها روشنگر و عبرت آموز است. در سال 1392، 10 سال بعد از 17 ژوئن، 27 خرداد 1382، ولی فقیه ارتجا به عنوان بخشی ضروری از مهندسی نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم و سپس گام برداشتن به سوی زهرخوران اتمی، بار دیگر برای سربریدن مقاومت ایران خیز برداشت و به جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف کمر بست. ولی فقیه که خود را ناگزیر از خوردن زهر اتمی می دید، برای تضمین بقای رژیم راه حلی جز انهدام مقاومت نمی یافت. تا به این ترتیب تهدید اصلی و تنها آلترناتیو و جایگزین رژیمش را به هر قیمت از میان بردارد. به خصوص که در مهر ماه سال 91 مجاهدین و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران نامگذاری تروریستی را به طور کامل و نهایی در هم شکسته و از لیست وزارت خارجه آمریکا خارج شده بودند و رژیم از جانب آنها تهدید مضاعف احساس می‌کرد. آنها رژیم را در زمینه‌های مختلف به دام انداخته بودند. چنین بود که سال 92 از بابت زمین‌سازی‌ها، لجن پراکنی‌ها، صاف کردن جاده، توطئه و چنگ انداختن بر سر و روی مجاهدین و شورای ملی مقاومت به سالی استثنایی تبدیل شد. سال حملات پیاپی موشکی به لیبرتی و قتل عام و تخریب و انفجار و گروگانگیری در اشرف که طولانی ترین اعتصاب غذای معاصر را توسط مجاهدان اشرفی و یاران اشرف نشان در کشورهای مختلف جهان به مدت 108 روز به دنبال داشت. توطئه رژیم به یمن خط اصولی مقاومت ایران، فدا و جانفشانی اعضا و هواداران مقاومت به سختی شکست خورد و به رسوایی فراموشی ناپذیری برای رژیم و همدستان خارجی و مزدورانش انجامید. 10 سال بعد از 17 ژوئن سال 92، از بابت شکست رژیم و ایادی و توطئه‌هایش به سالی فوق‌العاده و استثنایی تبدیل شد. قبل از اینکه رژیم تهاجم جنایتکارانه ده شهریور و قتل عام مجاهدین را در اشرف به مرحله اجرا بگذارد، همچون کودتای 17 ژوئن نیازمند هموار کردن راه توسط مزدورانش
و زمین سازی گسترده سیاسی و تبلیغاتی بود. میبایست قبل از جنایت و بعد از جنایت با شیطانسازی و جنگ روانی خود مجاهدین و رهبری مقاومت مسئول و مقصر آن جلوه داده شوند. این خط میبایستی از طرف کسانی پیش برده شود که زمانی در داخل مجاهدین و اشرف یا در شورای ملی مقاومت بودند، یا کسانی که سالها پیش اخراج شده، یا کسانی که حتی هرگز عضو نبودند اما رژیم سالها آنها را وابسته به مجاهدین معرفی و تبلیغ کرده و در واقع برای چنین روزی در آب نمک نگه داشته بود. مشابهت دیگر این توطئه با کودتای 17 ژوئن، برخورداری رژیم از همدستی پشتیبانان خارجی بود. در 17 ژوئن 2003 این نیروی خارجی دولت وقت فرانسه بود و در جنایت اول سپتامبر 2013 رژیم از همدستی و حمایت دو نیروی خارجی بهره گرفت. یکی دولت دست نشانده‌اش در عراق، دولت مالکی، که به نیابت از رژیم ایران و وزارت اطلاعات آن آماده ارتکاب هر جنایتی، و دیگری مارتین کوبلر که به عنوان نماینده دبیر کل ملل متحد به طور تمام قد در خدمت پیشبرد طرح و برنامه رژیم و وزارت اطلاعات برای از هم پاشاندن تشکیلات مجاهدین و جدا کردن سر از بدنه مقاومت ایران قرار گرفته بود. بسیج سیاسی، تبلیغاتی و جنگ روانی برای زمین سازی قتل عام اشرف از زمستان سال 91 پس از فرو ریختن برچسب تروریستی شدت گرفت. سپس از ابتدای سال 92 تا روز 10 شهریور مستمرن اوج گرفت و بعد از آن هم با شدت و حدت بی سابقه‌ای جریان داشت تا رژیم دست‌های خون‌آلود خود و جلادانش را از آن بشوید. از آنجا که مجموعه فاکت‌ها در این باره به ده‌ها کتاب قطور بالغ می‌شود، به ذکر چند فقره به عنوان نمونه و مشتی از خروار اکتفا می‌کنیم. در اول دی 91 یک سایت شناخته شده اطلاعات آخوندها در مورد قرارگاه اشرف نوشت: سران این فرقه حاضر به تخلیه کامل و مسالمت‌آمیز این اردوگاه نیستند. بنابراین کمیته تخلیه اردوگاه عراق جدید، اشرف و دولت آقای نوری المالکی و ارتش عراق هیچ راهی بجز تلاش برای بازپسگیری و بیرون راندن بقایای فرقه با کمترین هزینه ممکن و به کارگیری کمترین اهرم زور پیش پای خود ندارند. در روز 21 بهمن 91، درست در همان روز موشکباران لیبرتی، یکی از مزدوران اطلاعات در چارچوب منویات گشتاپوی آخوندی در پوشش دلسوزی برای مجاهدین نوشت: عراق جای ماندن نیست. استراتژی ماندن در عراق به پایان خود رسیده است. باید راه و طرحی نو ریخت. مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی را باید در سرزمینی که دشمن در آن قوی تر از ما نباشد ادامه داد، و یا در سرزمین خودمان که اعدام و زندانش در آن به ماندن در عراق می‌ارزد. همین مزدور در یکی دیگر از سلسله دلسوزی‌های فرمایشی، دایه اصلی یعنی مقصر جلوه دادن خود مجاهدین را در کشتار خودشان به سبب داد و نوشت: نگه داشتن بیشتر آنها مجاهدین در عراق شریک شدن در خون ساکنان لیبرتی است. واضح است منظور از آن کس که مجاهدین را نگه داشته نه رژیم است، نه مالکی، نه کوبلر و نه کمیساریای عالی پناهندگان، بلکه منظور خود مجاهدین و رهبران مجاهدین است. پنج ماه بعد یکی از سایت‌های زنجیره‌ای اطلاعات طی نامه سرگشاده‌ای به کوبلر به تاریخ 2 مرداد 92 این موضوع را با صراحت بیشتری مورد تأکید قرار داد و از همسویی کوبلر
بسیار بسیار ابراز خوشحالی کرده و نوشت: این رهبری فرقه هست که مانع اصلی برای خروج این نیروها از عراق می باشد. امروز که شما در آخرین گفته های خودتان رهبری این فرقه تروریستی را مخاطب اصلی قرار دادید، برای من بسیار بسیار خوشحال کننده بود که به سازمان حقوق بشر اعلام کردید که رهبری سازمان هست که حقوق اعضایش را پایمال می کند، اجازه خروج نیروها را از عراق نمی دهد، چرا که می خواهد نیروها در کمپ لیبرتی بمانند و بمیرند. چرا برای این انسانها ارزش قائل نیست؟ در 23 اردیبهشت 92 یک مزدور وزارتی دیگر نوشت: توجه شما را به یک فاجعه انسانی که در کشور عراق و در کمپ لیبرتی در حال وقوع است جلب می کنیم. بیش از 3000 ایرانی اسیر در دست فرقه‌ای که برای بقای خود بدون ذره توجه به حفظ جان افرادی که زندگی و عمر و همه چیز خود را در بیش از 3 دهه فدای اهداف رهبران فرقه کرده اند، کماکان اصرار بر ماندن در عراق و کمپ لیبرتی دارند، سرزمینی که حتی برای شهروندان خودش از کمترین امنیت برخوردار نیست. در این میان بسیاری از شخصیت‌های سیاسی اروپایی بدون ذره توجه به عواقب موضع‌گیری‌ها و سخنان خودشان متأسفانه از حضور افراد مستقر در کمپ لیبرتی برای ادامه ماندنشان در عراق و کمپی که تبدیل به قتلگاه این افراد شده استفاده می کنند و تأسف بارتر این که به برگشت افراد بیچاره به زندان اشرف که هدف اصلی رهبران فرقه برای حضورشان در عراق می باشد تأکید می کنند. در 12 خرداد یکی دیگر از سایت های شناخته شده وزارت اطلاعات 3 ماه پیش از تهاجم نیروهای عراقی به اشرف صراحتاً آن را مطرح کرد و کلمه قتل عام را به کار برد. دولت عراق که تماماً زیر نظر دولت ایران قرار دارد، دشمن شماره 1 مجاهدین است. اگر هم تاکنون آنها را قتل عام نکرده، صرفاً به خاطر حفظ ظاهر در عرصه بین المللی است. طبق گزارشاتی که از طرف منابع عراقی منتشر شده است، مقامات عراقی می روند که یک رو در روی سخت دیگر با مجاهدین داشته باشند. در 2 مرداد یک سایت لورفته دیگر وزارت بدنام در اشاره کاملا آشکاری به طرح قتل عام تحت عنوان تعیین تکلیف نهایی مجاهدین نوشت: سال در حال نیمه سال تعیین تکلیف نهایی فرقه رجوی است و ما در این سال شاهد تخلیه کامل اشرف و اخراج اعضای این فرقه از عراق و آزادی اسیران خواهیم بود. سازمان‌های امدادی و دولت‌ها نباید بیش از این در مقابل وقت‌کشی‌ها و بهانه‌جویی‌های سران این فرقه بی‌عملی نشان دهند. آزادی اسیران و دستگیری سران فراری گامی است در راه مبارزه با ترور و تروریسم در جهان به شمار خواهد رفت. در این میان دو جای خوری آخوندی و یک تیر و دو نشان اطلاعات رژیم جالب توجه است. در حالی که یکی از محورهای تبلیغات و جنگ روانی وزارت اطلاعات و مزدوران گمنام یا بدنام این است که رهبران مجاهدین مانع باز اسکان ساکنان اشرف و لیبرتی می شوند و به این وسیله جان مجاهدین را به خطر می اندازند، برخی از سایت‌های شناخته شده ی وزارت اطلاعات 20 روز قبل از تهاجم و کشتار با خشم و گزیدگی از انتقال شماری از مجاهدین به آلبانی تحت عنوان اخراج منافقین از عراق وظیفه دولت جدید به آه و فغان در آمدند که اهمال‌کاری دستگاه دیپلماسی کشور در دولت گذشته باعث شد که بخشی از این گروهک به آلبانی منتقل شده و در آنجا مستقر شوند و احتمالاً در آینده نزدیک نیز بخش دیگری از اعضای منافقین به این کشور منتقل خواهند شد. یکی از خواسته های مهم مردم و قربانیان ترور
و جنایت‌های گروهک منافقین از دولت جدید، تعقیب و مجازات سرکردگان گروهک منافقین در اقصا نقاط عالم است. آوارگی و اخراج از عراق و کمپ اشرف اولین و کوچکترین تاوانی است که منافقین پرداختند. مردم در انتظار اقدام جدی دولت آقای روحانی در این زمینه هستند. سایت وزارتی در کنار این مطلب عکسی هم از در ورودی اشرف به چاپ رساند که بر روی آن با استفاده از تابلوها و علائم راهنمایی رانندگی عبارت معنیدار در حال پاکسازی را هم مونتاژ کرده بود که از نقشه رژیم خبر می‌دهد. مسخره تر این که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی تروریستی برون مرزی آن در همان حال که عوامل و وابستگان آنها عربده می‌کشیدند و اشک تمساح می‌ریختند که گویا رهبری مجاهدین اعضا را به زور در اشرف و لیبرتی نگه داشته و آنها را در معرض کشتن قرار داده است، بانگ و فریاد برداشته بودند که مسعود رجوی گفته هر کس که توان و کشش مبارزه را ندارد برود و گورش را گم کند و ما هیچ کمکی به هیچ کس نمی کنیم. ارگان‌های بدنام رژیم به این ترتیب ناخواسته به بطلان دعاوی تبلیغاتی خود اعتراف می کردند. تعدادی از سایت‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات به نقل از سایت خط‌دهنده موسوم به دیدبان در 30 مرداد 10 روز قبل از قتل عام در اشرف نسبت به خودزنی مجاهدین و حذف اعضای مسئله دار هشدار داده و نوشتند احتمال خودزنی اعضای فرقه مجاهدین در آستانه حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل. به گزارش مؤسسه راهبردی دیدبان، طی روزهای گذشته فرقه مجاهدین خبری را بر روی سایت‌های وابسته قرار داده است که در آن ادعا شده جمهوری اسلامی قصد حمله به کمپ لیبرتی را دارد. سران فرقه برای حذف تعدادی از اعضای خود که به قول خودشان مسئله دار شده اند قصد انجام عملیات نظامی علیه آنها را دارند و با این خبرسازی در حال زمینه‌سازی برای انجام آن هستند و با این ترفند هر گونه اقدام علیه اعضای خود را به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. سران فرقه رجوی طی یک فرار روبه جلو با این خبرسازی و دروغ پراکنی که ید طولایی نیز در آن دارند یک بار دیگر دست به مظلوم نمایی برای خود و اتهام زنی نسبت به نظام سیاسی ایران بزنند. در همان روز یکی دیگر از سایت‌های وزارت اطلاعات به نام مرساد در مطلبی با عنوان ترورهایی که سازمان منافقین می‌خواهد به گردن ایران بیندازد نوشت گزارش های رسیده حاکی است که این سازمان قصد دارد تعدادی از اعضایی را که ساز جدایی می‌زنند به نحوی ترور کند و این مسئله را به گردن جمهوری اسلامی بیاندازد. بر پایه همین زمینه‌سازی های وزارت اطلاعات و مصدورانش بود که به دستور خامنه‌ای حمله وحشیانه نیروهای مسلح مالکی به اشرف و قتل عام 52 تن از مجاهدین و به گروگان گرفتن 7 تن از آنها در 10 شهریور 92 صورت گرفت. رسانه‌های رژیم هم بلافاصله گفتند و نوشتند که این کشتار کار خود مجاهدین و ناشی از تصفیه درونی و درگیری درونی بوده است. پاک کردن دست جلادان پس از قتل عام. پس از قتل عام 10 شهریور جاده صافکنها و دستیاران دشخیم همانها که جنایت بزرگ علیه بشریت را زمین سازی کرده بودند به لیسیدن خون از دستهای جلاد و پاک کردن خنجر او پرداختند.
یکی از این مزدوران طی نامه‌ای به کاترین اشتون خود مجاهدین را عامل کشتار اشرف قلمداد کرده و نوشت: خود مجاهدین خلق هم تمامی امکانات و احتمالات را در نظر گرفته و همه راه کارها را روی میز گذاشتند. راه کارهایی همچون قتل اعضای خودشان در عراق یا کشورهای اروپایی از طریق خودسوزی و یا وابسته کردن مرگهایی به عواملی همچون اعتصاب قضا و یا قتل و ترور در عراق یا اروپا و نسبت دادن آن به دیگران، مثلا دولت عراق یا گروه‌های ایرانی اپوزیسیون یا دولتی ایران و غیره. در راستای همین کارزار تبلیغاتی، وزارت اطلاعات با کپی برداری آزموده شده و شکست خورده جنگ روانی در اطراف اشرف با 320 بلندگو تحت عنوان خانواده مجاهدین، یک ترفند بیبو و خاصیت دیگر با نام کمپین فراخان برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور سالس توسط برخی مصدوران خارج کشوری خود را اندازی کرد که همزمان در سایت‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات منعکس و تبلیغ می‌شد. یکی از همین مصدوران با اشک تمساح ریختن برای ساکنان زندان لیبرتی و بازپخش دعاوی گشتاپوی آخوندها با سبکسری عجوزه‌های نظام فرمان داد: رهبران مجاهدین باید به جای معامله و مایه گذاشتن از جان ساکنان بیدفاع و کالا محسوب کردن آنها، درخواست انتقال فوری از عراق را در رأس خواسته های خود قرار داده و تمام امکانات حقوقی و مالی خود را در این مسیر به کار گیرند. یکی دیگر از جیرخاران اطلاعات آخوندها ضمن تکرار حرفها و تهدیدهای نیروی تروریستی قدس که در اطلاعیه دبیرخانه شورا مورد اشاره قرار گرفته نوشت: دستگاه تبلیغاتی مجاهدین عالماً و عامداً از انعکاس این اخبار و گزارش‌ها که مستقیماً به سرنوشت ساکنان لیبرتی مربوط می‌شوند خودداری کرده است. بعد هم نتیجه گرفته خط رهبر نگاه داشتن این آدم‌ها در کام مرگی بی ثمر و فدا کردنشان است. رسوایی اینجاست که جیرخوار مزبور که برای قلمزنی علیه مجاهدین و مقاومت ایران پول می‌گیرد، تمام خبرها و اطلاعات مورد اشاره را از اطلاعیه‌های خود شورا گرفته است. هم قاتلان و دشخیمان که مستقیماً دست در خون مجاهدین دارند و هم پادوها و شاگردان آنها، همگی قصه افراد رنج دیده اشرف و لیبرتی را می‌خورند که از دنیای آزاد و از تنفس در فضای آزاد محرومند. از امکانات ارتباطی این عصر، از کامپیوتر و موبایل خبر ندارند. یعنی اینا در گذشته زندگی میکنن. شما باور میکنید که هیچ یک از اینا روش کار با موبایل رو بلد نبودن؟ کاملا شستشوی مغزی داده شده. سایت های پوششی وزارت اطلاعات که قبل از حمله
نسبت به جبسازی مجاهدین برای خودزنی و تصفیه فیزیکی اعضای ناراضی هشدار داده بودند، سه روز پس از حمله و قتل عام اشرف با ناشیگری تحت عنوان نامه خانواده‌های استان آذربایجان غربی در محکومیت اقدامات بازدارنده و آزاردهنده مسعود رجوی و سران فرقه مجاهدین خلق نوشتند: چرا سران مجاهدین اجازه خروج فرزندان ما را از کمپ لیبرتی نمی دهند؟ چرا مسعود رجوی از اینکه ساکنین کمپ لیبرتی تحت نظارت سازمان ملل متحد به کشورهای اروپایی انتقال یابند سخت پریشان و آشفته حال است؟ ما اصرار داریم تا هرچه زودتر تحت نظارت یونامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ با بستگانمان در لیبرتی دیدار و ملاقات کنیم. رجوی تعدادی از اعضای مجاهدین ساکن اشرف را طی روزهای اخیر قربانی کرده است. بی تردید مسئولیت خونهای ریخته شده از نظر ما شخص رجوی است. روز 29 شهریور نیز تعداد دیگری از شعب وزارت اطلاعات و سایت‌های مربوطه تحت عنوان تصفیه عناصر گروهک منافقین به دست فرماندهانشان از قول یکی از سایت‌های عربی زبان وزارت اطلاعات و آن سایت به نقل از منابع سیاسی ناشناس نوشتند: برخی منابع سیاسی تأکید کردند اتهاماتی که اخیراً سازمان تروریستی خلق به دولت عراق وارد کرده مبنی بر این که عناصر این سازمان در استان دیالی توسط دولت عراق تصفیه می شوند تلاشی برای فریب افکار عمومی و دروغ جلوه دادن حقایق به منظور بدنام کردن عراق در میان جامعه بین الملل است. این حادثه که طی آن عناصر سازمان خلق به دست اعضای امنیتی ویژه این سازمان تصفیه می شوند برای اولین بار نیست که رخ می دهد. آثار شکنجه ها که بر روی بدن کشته شدگان وجود داشت نشان می دهد که این افراد داخل مقر سازمان شکنجه شده و سپس کشته شدند تا به این وسیله دولت عراق را متهم کنند و از این طریق برخی فرماندهان این سازمان تلاش نمایند تا حمایت جامعه بین الملل را به دست آورده و دولت عراق را بدنام کنند. این منابع در ادامه اظهار داشتند که همکنون با کمک سازمان ملل متحد در حال تهیه گزارشی مبسوط پیرامون این اقدامات است تا مسئله شکنجه شدن افراد سازمان خلق پیش از کشته شدنشان مشخص گردد تا دلیلی آشکار باشد بر اینکه خود فرماندهان سازمان خلق این جنایت ها را مرتکب شده اند. پرده آخر، نهایت سپاسگزاری و تشکر عمیق از مستخدمان اطلاعات به نوری مالکی به خاطر قتل عام مجاهدین در اشرف. ما می‌خواهیم با هماهنگی و همکاری یونامی و سازمان ملل و سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی و آمریکا در جهت جداسازی بدنی سازمان از رهبری و اعلام انحلال این تشکیلات تلاش لازم مبذول کردند. سرانجام در 26 اسفند 92
پرده ها به طور کامل کنار می رود و مستخدمان اطلاعات ولایت فقیه نقاب از چهره بر می دارند. روزنامه حکومتی از صباح الجدید به تاریخ 17 مارس 2014 نامه سرگشاده ای را با اسامی ده‌ها تن از به اصطلاح جدا شدگان سازمان مجاهدین خلق ایران خطاب به نوری مالکی منتشر می کند تا به او و مشاور امنیتیش در برابر پیگرد دادگاه اسپانیا دلگرمی بده. از صباح الجدید 17 مارس 2014، 26 اسفند 92. جدا شدگان از سازمان خلق درخواست جدا کردن ساکنان لیبرتی از رهبری آن را دارند. ده‌ها تن از جدا شدگان ایرانی از سازمان مجاهدین خلق ایران خواستار جدا کردن ساکنان کمپ لیبرتی از رهبری سازمان که آن را فرقه‌گرا توصیف کردند شدند. آنها ابراز آمادگی کردند تا به دولت عراق و سازمان ملل متحد کمک و مشورت بدهند در مورد اوضاع انسانی و روحی بدی که ساکنان کمپ به خاطر سیاست‌های این سازمان از آن رنج می‌برند. در ابتدای همین نامه از عالی جناب آقای نوری مالکی رئیس الوزرای عراق نهایت سپاسگزاری و تشکر عمیق را به عمل می آورند و می نویسند: ما افراد جدا شده از تشکیلات این سازمان که بعضاً افراد خانواده های ساکنان کمپ لیبرتی هستیم، همگی شاهد جنایات، قتل و شکنجه جسمی و روحی رهبری این سازمان هستیم و ما از درخواست های اکثریت دوستانمان که در این تشکیلات فرقه‌ای اسیر هستند مطلع هستیم. آنها در ادامه این نامه می نویسند: ما می خواهیم با هماهنگی و همکاری یونامی و نهادهای زیرفت سازمان ملل متحد و سفارتخانه های کشورهای اروپایی و آمریکا در جهت جداسازی افراد و بدنه پایین سازمان در کمپ مذکور از رأس و رهبری تشکیلات مخوف آن و اعلام انحلال این رهبری و تشکیلات و خودداری از به رسمیت شناختن و مذاکره با آن تحت پوش دروغین و موهوم نمایندگان ساکنان لیبرتی تلاش لازم مبذول گردد تا افراد به طور مستقل و آزاد برای زندگی و آینده خودشان تصمیم بگیرند و بدین گونه راه انتقال هرچه سریعتر این اسیران به کشورهای ثالث و دنیای آزاد بعد از رهایی آنان از قید و بندهای تشکیلات این سازمان هموار گردد. ما جدا شدگان از سازمان مجاهدین خلق نیز آماده ایم در این راستا تمام تجارب خودمان را در اختیار دولت عراق و سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد قرار بدهیم. جالب این است که نامه مستخدمان وزارت به نخست وزیر عراق قبل از انتشار در الصباح الجدید در سایت های وزارت اطلاعات منتشر می شود. به این ترتیب 50 تن از دلسوزان و دوستداران مجاهدین در پرده آخر ناگزیر به لیسیدن چنگال‌های خونین جلاد می‌شتابند تا حملات هرچه بیشتری انجام بدهد و قربانیان هرچه بیشتری بگیرد. هیچ یک از آنها هم نمی‌پرسد که چرا مالکی اجازه نمی‌دهد از نمایندگان کنگره آمریکا گرفته تا خانواده‌های متقاضی ویزا و وکلا و خبرنگاران با ساکنان دیدار کنند. امضا کنندگان سالیان متمادی، مزدوری و خوشخدمتی برای جلادان و شکنجهگران در داخل و خارج ایران را در کارنامه خود دارند و بسیاری از آنها در شکنجه روانی ساکنان اشرف با 320 بلندگو و یا در طراحی حملات به اشرف و لیبرتی شرکت داشتند. به این ترتیب رژیم آخوندی در فاز سرنگونی به ناچار مزدورانی را که تاکنون می‌خواست به عنوان اپوزیسیون غالب کند به چنین موضع‌گیری رسوایی کشنده
که به آشکارترین صورت ماهیت واقعی آنها را به عنوان مشتی مزدور جیرخوار بی مقدار گشتاپوی آخوندی برملا می کند. شماری از مزدوران مانند علی قشقاوی، حسن خلج، بتول ابراهیمی و عباس صادقی نژاد از ابتدا با مأموریت نفوذ در صفوف مجاهدین به منطقه مرزی رفته و پس از لو رفتن مأموریتشان قرارگاه های مجاهدین را ترک کرده و یا اخراج شدند. آنها در اولین فرصت خود را به اربابانشان در وزارت اطلاعات در تهران رسانده و پس از دریافت مأموریت جدید بر ضد مجاهدین و مقاومت به کشورهای اروپایی اعزام شدند. تعداد دیگری از آنها مانند ادهم طیبی، میلاد آریایی، امیر موثقی، ترومادوریان و علیرضا میرسکری پس از اینکه قرارگاه های مجاهدین را ترک کرده یا با سرقت خودرو و سلاح گریختند خود را به رژیم تسلیم کرده و به خدمت وزارت اطلاعات درآمدند و پس از کسب اعتماد رژیم آخوندی برای اجرای مأموریت به اروپا گسیل شدند. برخی دیگر مانند محمد کرمی، بهزاد علی شاهی، احسان بیدی، بتول سلطانی، حسن پیرانسر، علی جهانی، مجید روحی، عادل اعظمی، میرباقر صداقی، مهدی نیکبخت و غفور فتاحیان پس از رفتن به نزد نیروهای آمریکایی در تیف یا تسلیم به نیروهای عراقی و رفتن به هتل مهاجر به استخدام وزارت اطلاعات درآمده و سپس برای توجیه و آموزش به ایران منتقل شدند و با پاسپورت‌هایی که توسط وزارت اطلاعات صادر شده برای جاسوسی، شکنجه روانی و یا اهداف عملیاتی مجدداً به عراق و یا کشورهای اروپایی منتقل شدند. پیش از این مقاومت ایران کپی پاسپورت‌های برخی از آنها مانند احسان بیدی و بتول سلطانی را منتشر کرده است. بسیاری دیگر هرگز عضو مجاهدین نبوده و به این سازمان پناه آورده و یا به دلایل خانوادگی مدتی در کنار مجاهدین زندگی می کردند و پس از ترک قرارگاه‌های مجاهدین گشتاپوی آخوندی آنها را به استخدام خود درآورده و برای پیگیری مأموریت‌های محوله به خارج کشور فرستاده است. بخش قابل توجهی از این مزدوران در فاصله سالهای 1365 تا 1375 از صفوف مجاهدین اخراج شدند. مزدوران علی اکبر راستگو سال 1365، مسعود جابانی سال 1365، میترا یوسفی سال 1372، کریم حقی سال 1372، پرزاد فرزینفر سال 1371، حسن عزیزی سال 1370، زهرا معینی کروکندی سال 1372، همیرا محمد نژاد چاوشی سال 1373 و مسعود خدابنده سال 1375 در این شمارند. سابقه مزدوری شمار قابل توجهی از این عناصر من جمله راستگو، خدابنده، کریم حقی و جابانی طولانی است. علی اکبر راستگو که در مأموریت‌های محوله از اسامی بهمن و دکتر بهمنیار هم استفاده می کند و جز چند ماه در سال 1365 هیچگاه نزد مجاهدین نبوده، از سال 1373 در ارتباط با سفارت رژیم در آلمان قرار گرفته و به استخدام اطلاعات آخوندی در آمد و جزئیات مزدوریش بارها از سوی مقاومت ایران فاش شده است. در 24 تیر 1387 مجله آلمانی اشپیگل خبر دستگیری این مزدور در بغداد را که برای جاسوسی علیه مجاهدین به عراق رفته بود منتشر کرد. برخی از این مزدوران مانند آرش صامدی پور و حمید دهدار حسنی رسماً از کارچرخانان یکی از شعب زنجیره‌ای وزارت اطلاعات در استان‌ها و شهرهای مختلف ایران تحت نام پوششی انجمن نجات هستند که در ایران و عراق و یا اروپا مشغول انجام وظیفه علیه سازمان مجاهدین می باشند. برخی از مزدوران مانند خدابنده، قربان علی حسین نژاد، محمود سپاهی، همایون کهزادی، بتول سلطانی،
زهرا میرباقری، آن سینگلتون، خدابنده، علی محمد خاتمی، رضا رجبزاده، عباس صادقی نژاد، محمد حسین صبحانی، حسن عزیزی و علی قشقاوی پس از انتقال حفاظت اشرف به نیروهای عراقی بارها به عراق و اشرف اعزام و در شکنجه روانی مجاهدین با 320 بلندگو یا در شناسایی اماکن اشرف و طراحی حملات جنایتکارانه به اشرف و یا در سیرک‌های مزدوران عراقی رژیم علیه مجاهدین در نقاط مختلف عراق شرکت داشته و یا در ماه‌های اخیر به عنوان راهنمای ماموران اطلاعات و قدس برای تهیه فیلم و رپورتاج به اشرف رفتند. نامه مشترک مجاهدان لیبرتی به نیکولای ملادنوف نماینده ویژه دبیرکل در عراق 29 اسفند 92. آقای نیکولای ملادنوف نماینده ویژه دبیرکل در عراق، ما طی هفته‌های اخیر به صورت جمعی و چه به صورت فردی شما را از سخت‌تر شدن محاصره ظالمانه قضایی، دارویی و لوجستیکی لیبرتی که توسط نیروهای عراقی اعمال می شود مطلع کرده ایم. محاصره افزایش یابندی لیبرتی علامت خطرناک خونریزی بیشتری از ساکنان است. گشتاپوی دینی یعنی وزارت اطلاعات رژیم ایران با بکارگیری مزدوران خودش برای توجیه سرکوب ما دست به فعالیت‌های گسترده‌ای زده است، از جمله با امضای افرادی تحت عنوان گروهی از اعضای سابق جدا شده از سازمان مجاهدین خلق ایران، نامه‌ای را خطاب به نخست وزیر نوری مالکی در از صباح الجدید علیه ساکنان لیبرتی و رهبری مجاهدین به چاپ رسانده و از اقدامات غیر انسانی دولت عراق علیه ساکنان لیبرتی نهایت سپاسگزاری و تشکر عمیق به عمل آورده است. این افراد بعضاً به دلیل اینکه محرز شده بود عامل نفوذی گشتاپوی دینی هستند، بیش از 2 دهه قبل از مجاهدین اخراج شدند و یا به دلیل اینکه ماموران مخفی و یا علنی گشتاپوی دینی در اروپا بودند تحت تعقیب قرار گرفتند. گزارشات سالیانه اداره‌های امنیت آلمان و هلند و یا گزارش وزارت دفاع آمریکا که برخی از این افراد را به اسم به عنوان عامل گشتاپوی دینی معرفی کرده که علیه مجاهدین خلق به کار گرفته شده اند، گواه اطلاعات منتشر شده درباره این مزدوران است. گشتاپوی دینی و مزدوران آن در 20 سال گذشته تماماً توسط مقاومت ایران افشا شدند. آنها در اثناء هر حمله و تجاوز به اشرف، به خصوص در قتل عام 10 شهریور 92 و یا کشتار 19 فروردین 90 در اطراف اشرف به کار گرفته شدند. گشتاپوی دینی برخی از آنها را بیش از 2 سال در بیرون اشرف مستقر نمود تا به طور 24 ساعته از طریق 300 بلندگوی قوی با پخش تهدید و دشنام به ویژه بعد از نیمه شب به شکنجه روانی ما مبادرت و حملات حکومت عراق را توجیه کنند. نامه‌نگاری‌های اخیر گشتاپوی دینی به مراجع مختلف از جمله به مقامات عراقی، سازمان ملل و یونامی که ابتدا در مطبوعات وابسته به رژیم ایران منتشر می شوند، سرپوشی بر جنایت علیه بشریت در اشرف و تدفین مخفیانه شهیدان و محاصره قضایی و دارویی لیبرتی و زمین سازی برای حمام خون بعدی است که بایستی از سوی شما افشا شوند و نگذارید قتل عام گسترده تر دیگری این بار در لیبرتی صورت پذیرد. با احترام.